سراغاز ای ضیاء الحق حسام الدین بیار این سوم دفتر که سنت شد سه بار برگشا گنجینه اسرار را در سوم دفتر بهل اعذار را قوتت از قوت حق می زهد نه از عروقی که از حرارت می جهد این چراغ شمس کو روشن بود نز فتیل و پنبه و روغن بود سقف گردون کو چنین دایم بود نز تناب و وسنی قایم بود قوت جبریل از مطبخ نبود بود از دیدار خلاق وجود همچنان این قوت ابدال حق همز حق دان نست آم و وستبق جسمشان را همز نور سرشتند تا زروح و وز ملک بگذشتند چون که موصوفی به اوصاف جلیل ذاتش امراض بگذر چون خلیل گردد آتش بر تو هم برد و سلام ای عناصر مر مزاجت را غلام هر مزاجی را عناصر مایه است وین مزاجت برتر از هر پایه است این مزاجت از جهان منبسط وصف وحدت را کنون شد ملتقط ای دریقا عرصه افهام خلق سخت تنگ آمد ندارد خلق حلق ای ضیاء الحق به حزق رأی تو حلق بخشد سنگ را حلوای تو کوه طور اندر تجلی حلق یافت تا که می نوشید و می را بر نتافت سار و دکن منه و انشق الجبل هل رأیتم من جبل رقص الجمل لقمه بخشی آید از هر کس به کس حلق بخشی کار یزدان است و بس حلق بخشد جسم را و روح را حلق بخشد بهر هر عضو جدا این گهی بخشد که اجلالی شوی و از دقا و از دقل خالی شوی تا نگویی سر سلطان را به کس تا نریزی قند را پیش مگس گوش آن کس نوشد اسرار جلال کوچ و سوسن صد زبان افتاد و لال حلق بخشد خاک را لطف خدا تا خورد آب و بروید صد گیا باز خاکی را ببخشد حلق و لب تا گیاهش را خورد اندر طلب چون گیاهش خورد حیوان گشت زفت گشت حیوان لقمه انسان و رفت باز خاک آمد شد اکال بشر چون جدا شد از بشر روح و بصر ذره ها دیدم دهانشان جمله باز گر بگویم خوردشان گردد دراز برگ ها را برگ از انعام او دایگان را دایه لطف عام او رزقها را رزقها او می دهد زان که گندم بی غذایی چون زهد نیز شرح این سخن را منتها پارهی گفتم بدانی پاره ها جمله عالم آکل و معکول دان باقیان را مقبل و مقبول دان این جهان و ساکنانش منتشر وان جهان و سالکانش مستمر این جهان و عاشقانش منقطع اهل آن عالم مخلد مجتمع پس کریم آن است که خود را دهد آب حیوانی که ماند تا ابد باقیات و صالحات آمد کریم رسته از صد آفت و اخطار و بیم گر هزارانن یک کس بیش نیست چون خیالاتی عدد اندیش نیست آکل و معکول را حلق است و نای غالب و مغلوب را عقل است و رای
حلق بخشید و عصای عدل را، خورد آن چندان عصا و حبل را. وندرو افسون نشد زان جمله اکل، زان که حیوانی نبودش اکل و شکل. مر یقین را چون عصا هم حلق داد، تا بخورد او هر خیالی را که زاد. پس معانی را چو اعیان حلق هاست، رازق حلق معانی هم خداست. پس زمه تا ماهیش هیچ از خلق نیست، پس زمه تا ماهی هیچ از خلق نیست، که به جذب مایه او را حلق نیست. حلق جان از فکر تن خالی شود، آنگهان روزیش اجلالی شود. شرط تبدیل مزاج آمد بدان، که از مزاج بد بود مرگ بدان. چون مزاج آدمی گلخار شد، زرد و بدرنگ و سقیم و خار شد. چون مزاج زشت او تبدیل یافت، رفت زشتی از رخش چون شمع تافت. داویه کو طفل شیراموز را، تا به نعمت خود خوش کند پدفوز را. تا به نعمت خوش کند پدفوز را، گر ببندد راه آن پستان برو. برگشاید راه صد بستان برو. زان که پستان شد حجاب آن ضعیف، از هزاران نعمت و خان و رغیف. پس حیات ماست موقوف فتام، اندک اندک جهد کن تم الکلام. اندک اندک جهد کن تم الکلام. چون جنین بود آدمی بود خون غذا، از نجس پاکی برد ممن کذا. از فتام خون غذا از شیر شد، و از فتام شیر لقمه گیر شد. و از فتام لقمه لقمانی شود، طالب اشکار پنهانی شود. گر جنین را کس بگفتی در رحم، هیچ هست بیرون عالمی بس منتظم. یک زمینی خرمی با عرض و طول، اندرو صد نعمت و چندین اکول. کوها و بحرها و دشتها، بوستانها، باغها و کشتها. آسمانی بس بلند و پرزیا، آفتاب و ماهتاب و صد سها. از جنوب و از شمال و از دبور، باغها دارد عروسیها و سور. از جنوب و از شمال و از دبور، باغها دارد عروسیها و سور. در صفت ناید عجایب های آن، تو در این ظلمت چه‌ای در امتحان. خون خوری در چارمیخ تنگنا، در میان حبس و انجاس و انا. او به حکم حال خود منکر بودی، زین رسالت معرض و کافر شدی. کین محال است و فریب است و غرور، زان که تصویری ندارد وهم کور. جنس چیزی چون ندید ادراک او، نشنود ادراک منکرناک او. همچنانک خلق آمن در جهان، زان جهان ابدال میگویندشان. که این جهان چاهیست بس تاریک و تنگ، هست بیرون عالمی بیبو و رنگ. هیچ در گوش کسی زیشان نرفت، که این طمع آمد حجاب ژرف و زفت. گوش را بندد طمع از استماع، چشم را بندد غرض از اطلاع. همچنانک آن جنین را طمع خون، کان غذای اوست در اوطان دون. از حدیث این جهان محجوب کرد، غیر خون او می نداند چاش خرد.